بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز جمعه هست، 12 ماه آگست سال 2016 و برابر با 22 مرداد 1395. اجازه بدید که تشکر کنم از دوستی که بعد از سفر خودشون و سفر ما یک به اصطلاح صدا برنامه آدیویی فرستادن، ولی من نگاه کردم دیدم امروز من یک ساعت برنامه دارم، بعدش با آقای خداوندلو هستیم، بعدش با آقای ارشاد هستیم، بعدش با آقای پرویز مینویی هستیم و برای ایشون نوشتم که این نوار 16 دقیقه است و اجازه بدید که دوشنبه پخش کنیم و حتما دوشنبه توی برنامه خودم اون نوار آدیو رو پخش میکنم. از ایشون هم بسیار ممنون و متشکرم. خب دوستانی که ما رو از طریق فیسبوک میبینید، لطف کنید و با دوستان خودتون هم شیر کنید. زیر این ویدیو یه جایی نوشته شیر، روی اون کلیک کنید و شیر کنید. خدمتتون گفتم که امروز 12 آگست هست، 22 مرداد و بنده هم دوشنبه و چهارشنبه رفته بودم نیوپورت رود آیلند، شهر بسیار زیبا با دوستان بسیار خوب، و اگر میبینید یه مقداری توپل شدم و سرخ و سفید شدم به خاطر مهمون نوازی بسیار خوبی بود که این دوستان انجام دادن و ما 4-5 روز به قول معروف خوردیم و نوشیدیم و خوابیدیم و استراحت کردیم و خوش گذروندیم و جای شماها خالی بود. اتفاقا شنبه وقتی اونجا بودم اون برنامه رقص عربی رو از اونجا مستقیم پخش کردم برای چند لحظه که امتحانی کرده باشم و دیدم تا امروز نمیدونم چندین هزار نفر، بیش از 1400 نفر رفته بودن نگاه کرده بودن. اینم از این، ما تا پامونه از این شهر گذاشتیم بیرون، شهرام احمدی رو اعدام کردن، با چه دست گلی بردنشو توی ایران و توی فرودگاه بعدم اعدامش کردن. این شهرام احمدی کسی بود که وقتی رفته بود عربستان، رفته بود سفارت آمریکا، از اونجا سفارت آمریکا فرستاده بودش اینجا، خیلی سر و صدا بود و اینها. بعد خلاصه اینا که این کار میکنن یه جوری میخوان به اصطلاح چی میگن، زهر چشم بگیرن یا زهر چشم بدن، اصلا این جمله رو درست بیادم نیست، از دیگران که به اصطلاح بعدیها این کار رو انجام ندن. در هر صورت شهرام احمدی رو اعدام کردند و اگر در این باره کسی مایل هست صحبتی کنه، برنامه‌ای داشته باشه چند دقیقه، میتونه مهمون من باشه و صحبت کنه. این هم از این ور. ما سفر به نیوپورت، برنده شدن در لاتاری، ماهیگیری کردن، پولدار بودن، خیلی جالبه. این دوست عزیزمون آقای لطفی که ما مهمونشون بودیم، وقتی که رفتیم بوستون، یک روزی رفتیم بوستون برای گردش، شب ایشون رفت که دو سه تا تیکت یا بلیت لاتاری بخره. اون فروشگاهی که ایشون رفت گفت تموم کردم ندارم، و وقتی آمد بیرون ایشون هم این پولا رو داد به یک گدایی که اونجا وایساده بود و من گفتم چی شد نخریدید؟ گفت نه. بعد که رفتیم بالاخره من یه $10 دادم، بلیت خریدیم و اینها، ایشون ما رو شریک خودش کرد. من به لاتاری باور ندارم، بارها هم تو برنامه هم گفتم سرانجام اونایی که لاتاری برنده میشن به اصطلاح خوشبختی نیست، اینه که دوستانشون از دست میدن، فامیلشون از دست میدن، مشکلات زیادی برای خودشون پیش میاد و اینها. بماند ممکنه از 1000 نفر 2 نفرشون یه سرانجام خوب و خوشی پیدا کرده باشن، و معمولا هم اینها آدم های مسنی هستن که میرن لاتاری میخرن، مثلا طرف 80 خورده سالش، حالا لاتاری برنده شده دیگه، حالا این پولو برای چی میخواد؟ بماند. و یادم میاد به یک ماجرایی که میگن یک آقایی که مثلا خیلی پولدار بوده و توی کار استاک مارکت و بورس و سهام و اینها بوده، میره به یک شهری، حالا مثلا بگید که میره به یونان و یه شهر کوچولویی که توریستا میان اینها، بعد میبینه یه نفر نشسته اون کنار ساحل مثلا تور ماهیگیریشو درست میکنه اینها، خیلی پیر و یه قایق کوچولویی و اینها، میره بهش میگه که چطوری، خسته نباشی، چه کار کردی؟ میگه من ماهیگیری میکنم.
میگه همیشه میگه آره شغل من ماهیگیریه، روزا میرم ماهیگیری میارم، ماهی رو میفروشم، بعد این تور رو تعمیر میکنم آماده بشه برای فردا. مرد بهش میگه آخه این چه کاریه، مگر بیا شما تو این کارهایی که من میگم سرمایه بذار، نمیدونم استاک بخر، بورس سهام بخر، فلان بخر، اینها خیلی یه دفعه دو برابر میشه، سه برابر میشه. هرچی این میگه اون مرده میگه خب بعدش چی؟ میگه خب بعدش خونه بزرگ میخری. میگه خب بعدش چی؟ میگه بعدش میری این برانور تعطیلات و اینها. میگه خب بعدش چی؟ میگه خب وقتی رفت تعطیلات قایق سوار میشی میری ماهیگیری. میگه مرد حسابی، من که الان دارم ماهیگیری میکنم، از همه شما جلوترم، هر روز دارم اینجا تفریح میکنم، چیزی که شما سالی دو روز، سه روز، چهار روز، یه هفته آرزوش رو داری، من هر روز دارم اینجا انجام میدم. نه بدهکارم، نه نگران این هستم که کی از خواب بیدار شم، کی بخوابم، و با خیال راحت دارم زندگی میکنم. در صورت بعضی وقتا دور سر خودمون رو شلوغ نکنیم و راحت زندگی کنیم، خیلی بهتر از اینی که همه چی داشته باشیم ولی عصبی باشیم و ناراحت باشیم و اینها. این نصیحت ها رو ما میکنیم ولی خودمون انجام نمیدیم. امیدوارم که بتونیم فهم، شعور، قدرتش رو، قدرت کنترل داشته باشیم تا خودمون رو کنترل کنیم و خودمون رو به دردسر نندازیم. و اینم ماجرای ماهی گیری کردن و پولدار بودن. اما یزدان خداوند رو ساعت 3 بعد از ظهر وقت ما، 9 شب به وقت آلمان با شما خواهند بود. امروز کانون آوا چندین ویدیو رو گذاشته بود براتون از ساعت 2 تا 4 همزمان روی فیسبوک پخش شد. روی فیسبوک به صورت بایگانی باقی میمونه، روی وبسایت کانون آوا بایگانی این دوستان هست و ما هم از امروز تا جمعه هفته آینده اون رو هر روز براتون حداقل یک بار، گاهی وقتا هم دو بار نشون میدیم. دوستانی که در رابطه با آقای کیومرس فرهومند، سرهنگ فرهومند و رادیو کیان ایران میپرسید، میدونید که تو اروپا یک ماهی رو میرن تعطیلات، حالا خیلی کار میکنن که تعطیلاتشون هم اینقدر طولانیه. در صورت ایشون هم رفته سفر و امیدوارم به سلامتی برگرده و برنامه های روزانه شون رو که از هر دری سخن یا یک واریته قشنگ است برای شما دوباره داشته باشه. و اما باز در سفر که بودم این نوار آقای منتظری رو که سالهاست گویا این ورانورد بوده ولی به این صورت پخش نشده بوده پخش کردن، که به خمینی میگه که شما بزرگترین جنایت زمان انقلاب را انجام دادید و اسم شما در تاریخ به عنوان بزرگترین جنایتکار باقی میمونه. حالا جالب اینه که اون خمینی بعد از حمله، بعد از جنگ عراق و بعد از حمله مجاهدین و اینها، با اون کاری که کرد، به اصطلاح جنایت بزرگی که انجام داد، جوانها رو کشت، اونهایی که چندین سال زندان بودن و کم مونده بود آزاد بشن و اینها، حکم داده بودن، دادگاه بود و اینها. این نوارش رو برید بشنوید بد نیست. ولی الان دعوا سر اینه که مثلا کمونیست میگه که آقا اینا که همه مجاهد نبودن، مجاهده میگه که اینا همه ما بودیم. حالا ممکنه طرفداران پادشاهی بگن نه همش اونا نبودن. بابا هر کی بوده یه سری انسانهایی بوده که معمولا هم جوان دنبال آرزو و ایده بهتر زندگی کردن به زندان کشیده شده کارشون، بعدم به دست این احمقا جنایتکارا کشته شدن. حالا شما هی بگو این مجاهد بود، اون بگه این سلطنت طلب بود، اون بگه این کمونیست بود، اینها کشته شدن و نشون داد که سازمان‌های مربوط به اینها یا سازمانی که اینها متعلق بهش بودن درست نتونستن کار کنن، نتونستن افرادی مثل اون پور محمدی و دیگر افراد، از حیف کلمه قضات، حیف کلمه قاضی که برای اینها بذاریم، افراد جنایتکار رو به دادگاه‌های به اصطلاح به عدلیه ببرن. عدلیه کلمه خوبی بود، حالا میگیم اسمش عوض کردن گذاشتن دادگاه، همین دادگاه هم خوبه. در اصل این سازمان ها کوتاهی کردن و میبینید که سرانجام خودشون هم الان به کجا رسیده. اون اسمش نمیدونم مجاهدینه دیگه، اصلاً مصلحه نداره، ساز و تنبک میزنه، ویدیو درست میکنه، اون یکی اسمش اکثریته، اون یکی اقلیته، حالا دیگه مورچه چیه که کله پاچش چی باشه بمانه. و اما پرویز مینوی امروز از تگزاس ساعت 5 بعد از ظهر با شما خواهد بود. اجازه بدید از منوچهر عزیز تشکر کنم با این خط بسیار زیباش که
$10 برای ماه آگست فرستاده و نوشته 7 آگست آقای سوربی سلام، با آرزوی روزهایی بهتر مبلغ $10 برای ماه آگست ارسال می‌دارم. برقرار باشید منوچه. ممنون و متشکرم از شما و من بارها گفتم هم شما میدونید هم من میدونم با $10 نه شما فقیر میشی نه من پادشاه میشم ثروتمند میشم، ولی شما با این $10 و نامه‌ای که می‌نویسی و اون تمری که میزنی روش انسانیت، دوستی، به اصطلاح اینکه ارزش یک کاری رو میدونی، اون رو به من ثابت میکنی و من رو دلگرمتر برمیگردونی که بیام اینجا و برنامه داشته باشم و من تنها کاری که میتونم انجام بدم اینه که بگم متشکرم، ممنونم. ضمناً روز سه‌شنبه آمدم بوستون، اون جای زیبایی که 3 مارکت هست، ساوت و نورت و اون وسطش هم که از سالها پیش بوده و یه بارم آتیش گرفته و اینها، رفتیم و دیدیم و قشنگ و لذت بردیم و اونجا هم نهار و شام و مشروبی هم خوردیم. به سلامتی شما. ای کاش شما رو در بوستون میدیدیم، ولی به نظر میرسه که کامپیوتر شما مشکل داره از لحاظ ایمیل و اینها، چون من نوشته بودم که دارم میام بوستون، نتونستیم با هم تماس بگیریم. و اما توی این سفر خب من مهمان خانم فری شوبری و همسرشون آقای لطفی بودم و خانم فری شوبری شما سالهاست از طریق Never Age by Ferry میشناسید، بارها گفتم خانمی هست که از گفتن سنش به اصطلاح ناراحت نیست، نگران نیست، وحشت نداره. اون موقعی که با ما شروع کردن ایشون 55 سالشون بودن، با افتخار مینوشت فری at age 55، الان بالای 60 هستن. دیروز اتفاقا یه عکسی روی فیسبوکشون دیدم که نوشته بودن فری at age 60 no lifting no filler. فیلر این سوزنایی هست که میزنن پر میکنن، فیل میکنن، پر میکنن و میگن از سم یا از زهر مار درست شده و به همین خاطر هست که وقتی میزنی بدن مثل که در مقابلش ریاکشن یا عکس العمل نشون میده. در اصل نمیدونم، بعد میگن هر از مدتی هم هی شل میشه دوباره باید بزنن. ایشون با محصولاتی که خودشون درست میکنن، امیدوارم به زودی بتونن در تلویزیون برنامه‌ای داشته باشن، اونا رو به شما بگن و معرفی کنن، از پوست خودشون سالهاست نگهداری میکنن، متخصص پوست هستن و من بهشون گفتم ولی ماشاءالله خیلی گرفتار و مشغوله. به تازگی پسرشون ازدواج کرده، نیمای عزیز، بهش تبریک میگم، امیدوارم سینا هم ازدواج کنه و این دوستان هم بیان با شما برنامه داشته باشن. باز وظیفه خودم میدونم که از طرف خودم و همسرم از این خانواده گرامی تشکر کنم و ممنونم که ما رو به خونه خودشون راه دادن. و گاهی وقتا من میگم دوست خوب از فامیل بهتره، چون دوست رو شما میشناسی بعد انتخاب میکنی، فامیل یه جورایی بهت چی میگه تحمیل شده، نه که فامیل بده، ولی کلن من همیشه این رو گفتم دوست خوب بهتر از فامیل هست. حالا اگه دوست خوب با فامیل خوب بخواید مقایسه کنید دیگه اون وقت نمیدونم چه باید کرد. منوچهر از بوستون رو گفتم، بازم ممنونم از ایشون. و شهر زیبایی دارید ولی ترافیک خیلی بدی توی خود شهر بود که بماند. محصولات نگهداری از پوست خانم فری شوبری، الان برید توی فیسبوک بزنید Never Age، صفحهشون شروع شده، امیدوارم به زودی ویدیو بزنن، به زودی محصولاتشون رو بزنن. و اما چرا زنین؟ این آقای محسن نادری نژاد برای ما، بذارید من اینو یک ویدیوی لطف کردن فرستادن و من با آقای یزدان خداوندلو میگم شما دنبال کتاب که میگردی چرا یه دفعه شیرجه میری پایین؟ حالا خودم دیدم این چیزه پایینه ولی ابن نداره. یه سی دی، یه دی وی دی فرستادن که من
امیدم این بود که دیروز، یعنی امروز، بتونم این رو تبدیل کنم به سیستم خودمون و بعد از برنامه آقای مینویی ساعت 6 بعد از ظهر امروز بهتون نشون بدم. چون نتونستم این کار انجام بدم، چون 4 تا ویدیو تو این گذاشتن و اینا رو ما باید تبدیل کنیم، عوض کنیم، 2 تا برنامه است برای شما بذارم، فکر کنم بهتر باشه. امروز هم چون 4 تا 5 رو برنامه زنده داشتیم، آوا سوربی، یزدان خداوندلو، آقای ارشاد، آقای مینویی، 5 تا برنامه کافیه. برنامه چرازنین آقای محسن نادری رجاد رو براتون دوشنبه ساعت 4 عصر پخش میکنم. به این ترتیب چهارشنبه ها برنامه داریم، زنده دوشنبه ها برنامه داریم. آقای محسن نادری رجاد هم اینجا هستن، همون جوری که خودشون توی این برنامه میگن، من از ایشون پولی نگرفتم، چون ایشون سالهای سال هست این کار رو انجام میده و امیدوارم به زودی شما دوستان زنگ بزنید، حمایت کنید، ایشون رو سپورت کنید تا ایشون بتونه به قول معروف یک هزینه ای هم به تلویزیون مردم کمک کنه یا بتونه به زودی تلویزیون خودش رو راه بندازه. این روزا تلویزیون داشتن دوستان با ماهی 600 دلار، ماهی 450 دلار، اوائلش حتی ماهی 300 دلار میتونید شروع کنید. اون چیزی که مهمه همته، همت باید داشته باشید. سر یه ساعت معینی خودتون رو موظف کنید بیاین بشینید، حالا حتی سر یه ساعت معین هم نه، اگه میگید یک ساعت در هفته، یک ساعت در هفته وقت بذارید، به دوستانتون، به بینندگانتون احترام بذارید و بیاین و براشون برنامه پر کنید. این هم از این ماجرا. دوستانی که روی فیسبوک هستن بنویسید این زیر که صدا و تصویر ما چگونه است تا ما با دلگرمی بیشتری این کار رو انجام بدیم. پس شد ما تیوی شکاک وطنیم، این اسلوگن، این شعار تلویزیون چرازنینه آقای محسن نادری نژاد. ضمناً من خواستم این 4 تا ویدیوی ایشون رو بذارم روی یوتیوب به همین خاطر که سیستمی که ایشون ضبط کرده با سیستمی که ما داریم فرق میکنه. 3 بار همین کاری کردم ولی تا حالا نتونستم. اگر روی یوتیوب ما هم برید یا اسم آقای محسن نادری نژاد رو تایپ کنید و بنویسید چرازنی به انگلیسی، اونجا هم میتونید ایشون رو ببینید. ضمناً شماره تلفن تماس ایشون هست 503-267-0205. ایشون در اورگان هستن، 503-267-0205. اون روز که با این دوستانمون بودیم صحبت از این شد که ما یک ادمون میگیم 3، یه ادمون میگیم 3، یه ادمون میگیم 3 و خب این زبان ما نیست و باید ببینیم کدومش رو بهتر آمریکایی‌ها میفهمن، که وقتی ما میگیم 3 منظورمون درخت نیست، منظورمون عدد 3 هست. این هم از این ماجرا. من دوستانی دارم به باتروم میگن، من میگم باتروم درست نیست، اون میگه باتروم درسته، یکی دیگه میگه باتروم. بابا باتروم که میشه اصلا چه میدونم دیگه، خیلی خیلی انگلستانی میشه. بله، امروز چون نتونستم این ویدیوی آقای محسن نادری نژاد رو تهیه کنم، درست کنم که بذارم تو سیستم، به جاش یه ویدیویی رو بهتون نشون میدم، حتما دیدنش رو بهتون به اصطلاح پیشنهاد میکنم. اسمش هست ویدیو، اسم ویدیو هست آنها که گفتند نه، یا آنها که نه گفتند. آقای نیما سروستانی، من نمیدونم حالا این آقای نیما سروستانی، سروستان که میدونید یک شهری از استان فارس و یک خانمی بود به نام سروستانی، اونم یه فیلمی تهیه کرد با خانم فرح دیبا پهلوی. نمیدونم ایشون با اون خانم فامیل هست یا نه، در هر صورت یک فیلمی رو تهیه کردن آقایون مثل ایرج مصداقی و دیگران هم توی این فیلم هستن. خب بالاخره فیلم خوبی رو تهیه کردن، البته اشکالایی هم ما میبینیم، برای که نظر ایشون با نظر من فرق میکنه و هر کدوم از ما وقتی دوربین رو دست بگیریم یه جوری فیلم برداری میکنیم که مورد علاقه خودمون هست. این فیلم رو من بعد از برنامه آقای مینویی ساعت 6 بعد از ظهر براتون میذارم تا روز دوشنبه هم به خرج خودم پخش میکنم. این قسمت پابلیک سرویس به ما هست، سرویسی که به مردم ارائه میکنیم. اگر کسی میخواد این فیلم رو
هر روز نشون بدیم تا یه ماه یه ساعت و نیمه میشه روزی 30 دلار، ولی شما روزی 10 دلار هم بدیم ما براتون این کار رو انجام بدیم. مهمه ای که عادت کنید به این که برای سرویسی که میخواین بگیرید هزینه بدید و مفتخوری رو کنار بذارید. اگر شما مفتخور هستی و وقتی من میگم مفتخور بدت میاد، خب مفتخوری رو کنار بذار. اگه مفتخور نیستی چرا وقتی میگن مفتخوری رو کنار بذاریم بدت میاد؟ یه اشکالی داری، بگو اشکال چیه تا با هم صحبت کنیم. و اما نوشتم پیام های این دو دوستمون رو پخش کنیم حتما، چون یادم رفته یکیشون از سوئد هستن یکیشون از انگلستان فکر میکنم. بذارید ببینم که میتونم این دو بانوی عزیز رو پیدا کنم. بله یکیشون ایریا کد 414 است. بذارید این رو هم ما بیاریم برای دوستان فیسبوکی هم اینجا صدا رو بذاریم. بله بفرمایید. با سلام به شما خواستم تشکر کنم از برنامه هایی که در مورد اکس مجاهدین میذاریم و افشاگری میکنیم. من خانواده هستیم که برادرم 27 ساله در چنگال ایناست و خیلی هم مورد ظلم و غضب و ستم واقع شده و از امریکا ساکن امریکا بود که اینا رو بودن 27 سال پیش. خواستم تشکر کنم این برنامه ها رو بیشتر بذاریم. هنوز طرفدار مجاهدین این برنامه ها رو که بهشون میگی قبول نمی کنن، باور نمی کنن و دروغ میپندارن متاسفانه. خیلی ممنونم، سپاسگزارم ازتون، خدا نگهدار. من هم از شما ممنونم، شما کاملا درست میگیم، برای که اون دوستان تعصب دارن. اتفاقا آقای محسن نادری نژاد هم تو این برنامه اولی که برای ما فرستاده اولش میاد توضیح میده که تصمیم گرفته با تلویزیون مردم همکاری کنه و باز با شما بینندگان از طریق این پلتفرم از طریق این بلندگو در تماس باشه. توی برنامه‌ای که پخش میکنه که به نظر میاد یه به اصطلاح مال چند وقت پیش هست، ایشون هم از دست مجاهدا شاکیه که آقا چم تا من آمدم ایراد گرفتم از یه چیزی، منو نچسبونید به جمهوری اسلامی. والا بلا همه مزدور نیستن، همه جاسوس نیستن. همین فیلم آنها که گفتن نه، آنها که گفتن نه شما وقتی میبینین بدبختا زندان شاه رو کشیدن، زندان شیخ رو کشیدن، زندان مجاهدین رو هم کشیدن، حالا که آزاد هستن میان میگن آقا این کارتون درست نیست، میگین پدرسوخته مزدور ها. یک شاقای مصداقی، یک شاقای روحانی، یک شاقای قسیم، دکتر قسیم، یکی دیگه چند تای دیگهش، این دوستانی که برنامه میذارن، آقای کرمی، آقای حسین نژاد، آقای رزاقی، آقای سبحانی، آقای راستگو، بابا یکی و دوتا نیستن. تا نباشد چیزکی دوستان مجاهد، اینها نگویند چیزها. برید ببینید چرا اینها 30 سال جوونیش رو گذاشته. آقای عیسی آزاد آزاده بعد اومده میگه آقا اشتباهه این کاری که میکنید. حالا شما میگید این مزدوره. آخه چجوریه شما کارخونه مزدور پروری درست کردید؟ این هم هست. خب ببینم اون پیام دیگه، این از انگلستان، ببرم شما رو به سوی سوئد، ببینیم این دوستمون از سوئد چی میگه. بفرمایید. من جاله هستم از سوئد زنگ میزنم، خیلی متاسف میشم این چیزا رو میدم. اگر لطف کنین یا میتونم زنگ بزنم، یعنی این که دنباله در همین مسعود رجبی بیرم که اینا با جون مردم چجوری بازی میکنم، بعدا تماس میگرم. خیلی ممنون، خدا. بسیار ممنونم از شما جاله خانم. احتیاج به لطف من نیست، شما اگر زنگ بزنید پیام بذارید، همین جوری که امروز پیام شما رو پخش کردم صداتون رو تمام بینندگان و شنوندگان ما شنیدن میشنوم، و وقتی زنگ میزنید دوستان بگید منظورتون از این زنگ زدن چی بوده. فکر کنید که من اینجا هستم. یه دوست دیروز زنگ زده بود که برگشتی از مسافرت، نوشتم برگشتم یک صبح رسیدم زامبی هستم. زامبی آدم های خوابالود که نمیدونن صبح ظهر شبه، و بهش میگم که ببین عزیزم. آها بعدم نوشته اگر هستی تا قبل از 12 من زنگ بزن. خب من بعد از 12 که کارم خلوت شد، ایشون گفته قبل از 12 زنگ نزدم. برای ایشون نوشتن که عزیز دل، برادر، دوست خوب، زنگتو بزن، پیامتو بذار
من 12 شب 2 صبح که آمدم هر وقت پیامت رو میشنوم. دیگه نمیخواد همدیگر رو، این میگن چیز، چیز یعنی تعقیب کنیم، چیز اینگه چاده شما زنگ بزنی صبح جان نیستی کجا هستی، هر وقت اومدی من زنگ بزن. من میام میبینم 2 صبح، میگم حالا بری زنگ بزنم. خب نمیزنم. بابا جون از این انسرین ماشین، از این پیامگیر استفاده کنید. فکر کنید زنگ که زدید سوربی گوشی رو برداشته، سلام و احوال پرسی و قربون صدقه هم رفتیم، مگه نمیخوای شما یه حرفی به من بزنی؟ خب بزن. تازه حالا شماها که وقتی زنگ میزنیدم هر وقت ما میخوام یه چیزی بگیم میگه آقا من زنگ زدم بذار من حرف بزنم. خب زنگتو بزن، حرفتو بزن، پیامتو بزن، من یا با ایمیل برات جواب میدم. یا اگر ساعات عادی بود بین 10 صبح تا 9 شب، من حتی 9 صبحم نه، 10 صبح تا 9 شب، یا حالا بگیم 9 صبح تا 9 شب، نه اینطوره، اگه بود بهتون زنگ میزنم، اگر نبود با ایمیل براتون جواب دادم، این ارتباط برقرار شده. ولی از اینکه شما زنگ میزنید آقا نیستی چرا جواب نمیدی، شما که همیشه تلفنت خاموشه، منم زنگ بزنم شما را آقا نیستی حالا دیدی من قور زدی تلفنت خاموشه، دیدی تلفنت هم خاموشه، چه دردی رو درمون میکنه. و اما انتخابات در آمریکا بکش بکش شده ها، یعنی دیگه آقای ترامپ گذاشته جایی که دست هیچ کس نمیرسه، جایی که 50 تا یا 70 تا از جمهوری خواهان، میدونید این نیوکان نیو کانسرواتیو هستن، محافظه‌کاران جدید، یعنی مثل دین هست که این مسیحی‌ها هستن، بعد پروتستان‌ها میان قبول ندارن، اینا هم اونا رو قبول ندارن، و همین خاطر اون نیوکان هستن. نیوکان‌ها اومدن گفتن آقا این دیوانه است، خودشون حتی میگن بابا این دیوانه است، این مردی که گفت من پول نمیخوام، اینا الان روز 1,000,000 دلار داره جمع میکنه به مردم میگه که بیاین سوخت پول بدین به من بشه سوخت برای این قطار تا من به شما رو به هدف برسونم. چه سوختی؟ فکر کنم میخوای سوخت بگیری دنیا رو آتیش بزنی. دوسته تا این که هر روز یه چیزی میگه که همش توی اخبار و اینها باشه. جدیدن گفته که اگر هیلری کلینتون بیاد این اسلحهاتون از دستتون میگیره و اسلحه رو ممنوع میکنه، بعد بلا فاصله گفته که البته اونایی که اسلحه دارن میدونن با چه کار کنه. یعنی چی؟ یعنی بیدید بزنید بکشینش. خانم هیلری کلینتون هم دوستان به این پاک و منزهی نیست. خود خانم هیلری کلینتون هم چندین سال پیش گفته بود که حالا شاید یک کسی رو ترور کرد فلان کرد، من بمونم توی همشون، گفت دستی به هم برارن فرقی با هم ندارن، سگ زرد برادر شغال است. اینم انتقاد بزنیم تا من بلنده بشم. خب و اما در این سفری که بنده رفتم اونجا بعد ساعتم 2:30 شد، ما یک دوستی رو قبلا هم آشنا شده بودیم باهاشون، خانم، من اسمش رو مثل هارلی دیویدسون هست ولی اسپلش اون نیست، خانم هارلی، و بذارید این عکس کتابش رو بهتون نشون بدم شاید اونجوری بهتر معلوم بشه. این عکس کتابشونه که روی آمازون هست و شما میتونید اگر مایل بودید بخرید و مطالعه کنید، اگر اهل این داستانهای هستید که درباره روح، ارواح، حالا چه ارواح. جالبه آقای یزدان خداوندلو نوشته برنامه شما باز نمیشود که تماشا کنن، باید روش کلیک کنید دوست عزیز، اونجا بالاش پلی هست. خب البته ایشون لاغ صدای من نمیشنم، در اصلا نمیدونم شما قرار شد یه وقتی که جز برنامه نباشه با ما تماس بگیرید این کار انجام بدیم. در اصلا دوستان این کتاب The Ghost of Belcourt Castle، این البته نمیدونم چرا روی این فقط نوشته Belcourt Castle. Belcourt اسم یکی از اون قصرهایی هست که من بهتون گفتم قبل از سفر که 16 تا قصر، اگه شادم بیشتر، توی این منطقه نیوپورت و رود آیلند و اینها هست که مردم میرن و از اونها بازدید میکنن. این خانم که قبلا هم من با ایشون آشنا شده بودم از طریق همین دوستان، خانم هارلی، اون شب در این مهمانی دوستان ما بودن و
لطف کردن این کتابا رو یکشو به ما به عنوان هدیه دادن و من هم گفتم خب من هم در برنامه پلاگ میکنم یا پروموت میکنم. این یک کاریه که به این وسیله من تشکر میکنم. در صورت این کتاب روی amazon.com هست، اونایی که انگلیسی میدونن The Ghost of Belcourt Castle، یعنی ارواح روحایی که در این چیز هست، در اون قصر منشن هست یا تو کسل هست. من ازشون پرسیدم خود شما هم به اصطلاح چیزی شنیدید یا مشاهده کردید؟ خندید گفت خب تو کتاب نوشتم، یعنی تو کتاب اونجا توضیح میده. در اصل حتی شبا برنامه گوست تور دارن، گوست یعنی همین روح و اینها. خب ببینیم، به به آقای سوربی رو فیسبوک زنده میتونم ببینم. ایران آزاد شد آقای سوربی؟ نه قربونه برم پیام، تا تو نری ایران، ایران آزاد نمیشه. این هم از این، من همیشه فکر میکنم این یه توهین بزرگه که ما بگیم آقا ایران آزاد شد یا نه. یعنی تمام ایرانی هایی که تو ایران هستن احمقن، نادانن، نمیدونن ما چارتایی که از ترس بلند شدیم آمدیم، یا ما چارتایی که به خاطر زندگی بهتر بلند شدیم آمدیم، حالا که زندگی های بهتر خودمون رو تأمین کردیم، حالا تازه به فکر این افتادیم که یه دستی هم به سر ایرانی ها بکشیم اونا رو آزاد کنیم. والا ما اگه بتونیم کسی رو آزاد کنیم، اول باید خودمون رو از این حماقتی که دورمون رو گرفته، از این تعصب، از اون خودشیفتگی و اینها نجات بدیم. در صورت نه، این پیام قبلا چند تا برنامه داشت در تلویزیون مردم، خیلی کانتروورشال، خیلی بحث برانگیزه. حالا اگر دوست داشته باشه باز یه چند تا ویدیوی کوتاه درست کنه بفرسته. و من نمیدونم چرا این دوستان اینقدر تنبلن، مینویسن، وقت میذارن رو فیسبوک، ولی 5 دقیقه 10 دقیقه وقت نمیذارن با ویدیو به مردم ایران که هممون میدونیم آقا حال و حوصله خوندن ندارن، از طریق چشمشون و گوششون به مغزشون به اصطلاح رخنه کنن. خب دکتر عباس عزیز میپرسه که شما اون کادوی من رو گرفتید؟ بله ممنونم. ایشون $100 هم عیدی داده بود برای من و خیلی خوشحال و ممنونم. قبلا هم سالهاست آقای دکتر عباس لطف میکنن و تلویزیون مردم رو حمایت میکنن، و من حتی وقتی رفته بودم فلوریدا ایشون گفت اگر شهر یونانیا آمدی، اسمش الان یادم نیست، حتما به من سر بزن. دیگه وقتی میری تعطیلات میدونی تا صبحونه رو توی خونه یا هتل بخوری را بیفتی شده 11-12 ظهر، تا برسی به اونجا شده یکی بعد از ظهر، میگه حالا دیگه مزاحم کسی نشم، میری یه دو جاره سر میزنی برمیگردی. در هر صورت ممنون و متشکرم از دکتر عباس، ممنونم از دوستانی که حمایت میکنن و حمایت رو فراموش نکنید. یک دوستانی هم هستن که یک نمیدونم سازمان چیه، گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامی به دموکراسی، هر یه شنبه جمع میشن، برنامه هاشون قبلا هم من دیده بودم در پلتاک، و گویا نه پلتاک نیست، مثل که یه پروگرام دیگه ایه، برای من یه دفعه فرستادن، منم دوست داشتم که برم و به اصطلاح ببینم چی میگن، ولی این پروگرام مثل پلتاک نیست و میگه تازه یه پروگرامی رو بذار تو کامپیوتر. گفتم نه قربونتون برم، اصلا من همچین کاری رو انجام نمیدم و نخواهم داد. خب این خانم هارلی، هالی تینی یا تینی، TINNEY اسمشونه، خیلی خانم خوش اخلاق، خوش سخن هستن و ایشون توی اون قصر زندگی میکرده، بعد گویا دیگه شوهرش فوت کرده، دیده قصر به این بزرگی نگه داشتنش مشکله، نگهداریش مشکله، قصر رو فروخته و حالا به زندگی خیلی مختصری به اصطلاح قانع شده و وقت بیشتری میذاره با دوستاش، کتاب مینویسه و الی آخر.
خوش آمدید. کجا بودید؟ فکر میکنم وصیت‌نامه خدای هوشنگ معین‌زاده بود که شیر کردید. به امید سال 2020 شادزی. ممنون و متشکرم از آقای سهراب چمنارا. حتما روی فیسبوک مردم تیوی دوستان بهتون بارها گفتم فیسبوک با همه این محاسنی که داره، یکی از معایبش، چون معایبم زیاد داره، یکیش اینه که شما وقتی میری صفحه یه نفر یه دونه پست رو بیشتر نمیبینی و هی باید بری بالا و پایین و ما نمیتونیم بذاریم بالا. البته من به این فکر افتادم که بذارم اون بالای بالا فقط یه عکسه، ولی اونم کار میبره، هر روز باید عوضش کنی. اینای دیگر رو وقتی شما میذاری بعدی که میاد میره روی اون رو میپوشونه. من اینو نگاه کنم ببینم همه رو گفتم تو این قسمت تا بریم به پوشه کامپیوتریمون اینجا برنامه لایو و ببینیم که امروز چی میگیم. بله، این گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامی به دموکراسی، خشونت آمیزش، مجاهدین که نتونستن کاری بکنن توش موندن. حالا ببینیم این یکی که خشونت پرهیز هست چی هست. و اما ایران پرس نیوز نوار آیت الله منتظری رو به اصطلاح پخش کرده، شما میتونید ببینید و بشنوید این رو. بعضی ها عکس گذاشتن روش، میتونید ببینید. و ممنونم از شهرام عزیز که همیشه چیزای خوبی رو برای من میفرسته. این دوستونم نوشته که آیا معنی دموکراسی ترغیب دیگران به کشتار رقبای انتخابی است؟ بذار من اینجا بنویسم که کلینتون دید the same thing. ببخشید، بله نوشتم که خانم کلینتون هم دید the same. این هم از این دوستان، یعنی بعضی وقتا دوستان میگن برای یه نفر خود به خود متعصب میشن، تعصب پیدا میکنن. و اما حالا که صحبت از هیلری هست، این آقای علی شیرازی عزیز عکسهایی رو فرستادن که مقایسه میکنه خانم الیزابت که دیگه میدونید کوین یا عمه کوین، ملکه انگلستان رو با خانم هیلری کلینتون. اینا باید عکس رو کنار هم میذاشتن، ولی خب همیشه میخوان یه سری آشکال به خورد ما بدن. خانم هیلری کلینتون نمیدونم بدنش، هیکلش یه جوریه که هر لباسی بپوشه خوشگل نمیشه، یعنی بهش نمیاد. حالا در صورت که مثلا شما این خانم پیرزن رو نگاه کنید، یک پالتو خیلی ساده پوشیده ولی صاف، شیک، مرتب. البته همین پالتو خیلی ساده خدا میدونه چند پوند مثلا قیمتش بوده، ولی این خانم هیلری کلینتون شما نگاه کنید اصلا نمیدونم، مثل این آمریکاییه که یه جوری یه جاهاش پتوپنه نمیخونه. باز دوباره اینجا نگاه کنید، این خانم 90 و چند ساله، جالبه که رنگ لباسارم تقریبا نزدیک هم چیز کرده. اینم خانم هیلری کلینتون که نمیدونم اصلا مثل مردا همیشه با کت شلوار، لباساش هم رو تنش جیغ میزنه. باز این خانم ملکه عمه کوین، این خانم هیلری کلینتون در لباس زرد، بازم این لباسه. و اما باز این خانم عمه کوین در این لباس سبز، چیه این؟ و اینجا باز خانم هیلری کلینتون بازم این لباس که داره کتاباشو معرفی میکنه و همه به فکر پول هستن. این هم خانم ملکه کوین. و حالا ببینیم که عکس هیلری هم گذاشته که خب اون موقع این دیگه لابد عکسی از سن به اصطلاح بچگیش نداشتن یا نتونستن پیدا کنن. در صورت این هم از این ماجرا. آقای یزدان خداوندی رو نمیدونم موفق شدید ما رو از طریق فیسبوک ببینید یا نه، ولی بارها گفتم مهم نیست چون شما برنامه مستقل خودت رو داری، ولی خب اینجوری بهتره. همین که پیام امروز نوشته به به آقای سوربی رو فیسبوک نشون میده که دارن میبینن. در برنامه قبل هم که مال دوستان بود از کانون آوا، دوستانی روی فیسبوک بودن برای من هم نوشتن که این فکر خوبی هست که ما اینها رو روی فیسبوک
پخش میکنیم. باز هم ممنونم از دوستی که با وجودی که اون هم سفر بوده و از سفر برگشته برای ما نوار فرستاد، ولی من فکر کردم 5 دقیقه 10 دقیقه است، این دفعه 16 دقیقه است و وقت برنامه امروز من کم بود، اون رو حتما دوشنبه پخش خواهم کرد. و اما خنده، انکار و وجدان بیدار، اعتراض‌های آیت الله منتظری به اعدام‌های سال 1367 که به خلعش از مقام از قائم مقامی رهبری منجر شد بر کسی پوشیده نبود، ولی شنیدن صدای معترض خود او در بحث با هیئت مرگ و رد توجیهات و خزعبلات انزجار آور آنها بعد تازه‌ای به این اعتراض میدهند. مثلا یه جاش من شنیدم راجع به این صحبت میکنه که بابا اینا رو اقلا در ماه محرم نکشید، بعد طرف میگه خب پس الان بکشیم تا ماه محرم نرسیده. یه چیزای اینجوری که واقعا آدم مغزش سوت میکشه که یک اون محمدی پور یا پور محمدی اون موقع 20 سالش بوده، یه آدم آخوند 20 ساله‌ای رو بعد نمیدونم، من اینجوری متوجه شدم، منتظری میگه که اینها رو اطلاعات روشون کار میکرده، یعنی میخواد یه جوری بگه که این حتی دوره شاه هم ساواکی بوده و اینها یه عده‌ای رو بیشتر میکشن برای که میدونیم مثلا خیلی ها میگن اینایی رو که کشتن اول انقلاب برای این بوده که اگه اینا زنده میموندن مثلا به طرف میگفته حاج آقا مگه خودت نمیمدی اینجا گزارش بدی فلانی و فلانی و اینها. در صورت نمیدونم هرچی بود گذشت و چه بد گذشت، حالا اینها یا در زندگیشون تقاص پس دادن، چون شنیدیم مثلا خلخالی به یه وضع خیلی بدی گویا از دنیا رفته، یا اینکه در یه دادگاهی به اصطلاح به جنایت‌های اینا رسیدگی بشه، نمیدونم. بحران اعتماد بین پزشک و بیمار در ایران، نوشته که در مرداد ماه امسال، همین الان این ماه، دختری 6 ساله در اصفهان به همراه مادرش به دندانپزشک مراجعه می‌کند. این کودک که از دندانپزشک وحشت داشت، هنگام معاینه بیقراری کرده است و با پزشک همکاری نمی‌کند. دکتر پس از چند دقیقه از مادر می‌خواهد که به اتاق انتظار برود. پس از مدتی وقتی دختر از اتاق پزشک بیرون می‌آید، مادر از دیدن آثار آزار و کتک روی صورت و دست دخترش به دکتر اعتراض می‌کند. پزشک مدعی شده است که کودک را کتک نزده بلکه تنبیه کرده تا دیگر از دندانپزشک نترسد. خب ببخشید، خاک بر سر این دکتر دندانپزشک. اینجا آب نبات میدن، بادکنک میدن، تشویق میکنن، نه تنبیه. عذر میخوام این حرفو میزنم. به نظر شما مادره هم یه اشکالی نداشته که دخترش مخصوصا وقتی داره میترسه از یه نفر، کدوم عقل عاقلی دختری رو که داره میترسه از این موجود شما ولش میکنید با اون موجود؟ تازه اگر یه جایی رفته باشی، نشسته باشی توی مطب، دکتره داره دندون تمیز میکنه، بچه گریه کنه، دکتر در باز میکنه به مادرش میگه بیا آرومش کن. توی ایران همه چیز برعکسه، مادرام که قربونش برم، آخه شما خانم چرا دخترتو، اونم دختر 6 ساله رو ول میکنی با یک کسی؟ اون دختره از شما بیشتر شعور داشته، اون دختره بدونی که این شخص پلید اذیتش کنه فهمیده که این موجود پلیدیه، از همون اول ازش وحشت داشته. بابا جون خود ما هم اشکال داریم. آقای آریانپور شما که لطف کردی اینو فرستادی، فکر نمیکنی خود ما هم اشکال داریم که دخترمون رو ول میکنیم میایم بیرون بعد میگیم چرا زدتش؟ خب این مردی که دیوانه بوده، یا زنی که نمیدونم ننوشته زن بوده یا مرد بوده. این هم از این ماجرا. و اما خب ممنونم از شما دوستان، اجازه بدید که ساعت 2:45 دقیقه است. امروز ما یه مقداری باید برنامه رو حتی 1-2 دقیقه قبل از وقت تموم کنیم که بتونیم به برنامه بعدی به موقع برسیم، چون دو تا برنامه نداشتم یه مقداری تنبل شدم، وصل و چی میگن جور کردن اینها مشکل شده. من الان صفحه این خانم کوین و هیلری رو که نشون دادم، این فایرفاکس ما استاک شد. خیلی از این صفحه ها هستن کوکی میفرسن. امروز با یه دوستی صحبت میکردم، گو آقا من رفتم یه مقاله ای رو به اصطلاح ترنسلیت کنم یا ترجمه کنم، از اون به بعد حالا این صفحه میاد، اولی که من کامپیوترم واز میکنم این صفحه، احتمال 100% همین صفحه بود، اشکال داشت، نوشته که
ادوب پلاگ اینتون کرش کرد، تصادف کرد، مرد. اون روز آقای بیمار حرف قشنگی میزد، میگو ادوب برای من فرستاده که آپدیت کن. اگر یه پروگرامی این همه سال داره کار میکنه و تازه هنوزم میگه ما داریم باگشو پیدا میکنیم و فلان، آقا برید بندازید دو باگ، ماه اول سال اول اشکال داره، شما هم ریپورت میکنن بهتون درستش میکنید، باقیشو دیگه باید تا حالا درست کرده باشید، اگه درست نکردید یه پروگرام جدید اولا اسمش رو عوض کنید، برید ویندو نگاه کنید ببینید 10 سال پیش ویندو رو گذاشتید هنوز هم میگه اپدیت، سکیوریتی اپدیت، نمیدونم کوفت و زهرمار اپدیت، و اسیر شدیم دیگه. چه باید کرد؟ من I really don't know. و اما نوشته که آقای زرابی گرامی، آیا شما اطمینان دارید که مقصر اصلی به وجود آمدن حکومت اسلامی پرزیدنت اوباما و خانم هیلری کلینتون هستند؟ آیا شما قبل از ارسال این ایمیل تا انتهای آن را مطالعه کرده بودید؟ من در این مورد تردید دارم. متاسفانه شما با این گونه تبلیغات دروغین آب به آسیای آقای ترامپ جمهوری خواه می‌ریزید. بله، ترامپ یکی دیگه از چیزایی که گفت اینه که گفته بود که آیسیس رو ببینید، یه وقت میگه که کرییت یعنی به وجود آورد، یه وقت میگه فاوندد یعنی به اصطلاح تأسیس کرد. تأسیس کردن با نیت درست کردن میرن اساسنامه می نویسن تأسیس میکنن فلان، مثلا سوربی مؤسس یا تأسیس کرده تلویزیون مردم رو. ولی یه وقت شما یک کاری میکنید، حالا یا به اشتباه یا هر چی یه چیزی به وجود میاد، اون شما اون مشکل رو شما درست کردی ولی شما به فکر نبودی. حالا ترامپ گفته که آیسیس رو که همین حکومت اسلامی، گفته که اوباما و هیلری، یه جایی هیلری توضیح میده که ما یه خلایی ایجاد کردیم، البته اونم منظورش به جورج بوشه، در افغانستان و عراق و لیبی و اینها، که باعث به وجود آمدن طالبان و القاعده و چیز شد، در حالی که طالبان برمیگرده به زمان ریگان. چیزی که هست این ترامپ چون یه آدم روانی و دیوونه هست، هر چیزی که دلش میخواد میگه، بعدم میگه خب گفتم حالا دیگه هر کاری میخواین بکنید. بعد این گفته ها بعضی ها که نمیرن تحقیق کنن به صورت فکت یا حقیقت در میاد. در صورت شما کاملا درست میگید آقای آریانپور. متاسفانه آقای زرابی یه بار دیگه هم من براشون یه چیزی نوشتم آقای زرابی شما این کار رو نکنید. یه مثالی هست، میگن که شما دزدی نکردی ولی شما نردبون رو گرفتی که این دزد بره دزدی کنه، آیا مسئول هستید یا نیستید؟ دیروز با یکی از دوستام که سالها ازش خبر نداشتم تلفنی صحبت کردم توی کانادا، و این دوستمون گفت که آقا من 3 سال تیمارستان بودم. گفتم بیمارستان یا تیمارستان؟ گفت نه عزیزی من دیوونه خونه. گفتم چطور؟ گفت آقا ما یک جای کار داشتیم و شغلی داشتیم و اینها، بعد یه نفر که آمد برامون کار کنه، یه نردبونی که مثلا تو اون ساختمون بوده و همه استفاده میکردن، این استفاده کرد و رفت بالا افتاد، دست و پا شکست و اینها، آمد و گفت این، بالاخره وکیلش آمد و گفت این نردبون مال کی؟ گفتیم مال صاحبخونه. رفتن صاحب اون آپارتمان رو سو کردن، شکایت کردن، 5 میلیون دلار. گفت اون صاحبم چون دیده من مال میدلیستم، گفته که بابا من رو چه رسو میکنه، این مال اینه و این مال خاورمیانه است، پولدار، چاه نفت داره، برو این سو کن. میگه آقا این ماجرای شکایت کردن باعث شد که من اصلا اعصابم خرد بشه، پریشان روحی روانی، و سرکارم بکشه به تیمارستان. البته گفت حالا معلوم شده وکیلا رفتن دیدن بابا این نردبون مال این آقا بوده و 80 و چند تا عکس گرفتن که این آقا از این نردبون استفاده میکرده سالها قبل از اینکه این آقای دوست ما بیاد بره تو اون ساختمون. خلاصه میگفت حالا من دارم اونو سو میکنم و میخوام ببرمش دادگاه. اگر کسی تو کانادا دوستان توی اون منطقه تورنتو وکیلی هست که حاضره، اینجا بهش میگن contingency، یه جوری مثل شرطی، شما میری اونا رو سو میکنی، اگه برنده شدی یه سوم از این میگیری، مثلا اگر 1 میلیون 330,000 دلارشو میگیری. ولی این بنده خدا میگه من پولی ندارم که بدم برای پرونده و دادگاه اینها. و اما
دوستمون برای من یک ایمیلی فرستادن و من دیدم نوشتن تصمیم سازان. گفتم والا ما به یکی نمیگیم آقا تصمیم تو ساختی، میگیم تصمیم گرفتی یا تصمیم میگیری. چرا دوستان این کارا رو میکنن؟ بعد این دوستمون نوشت که والا من از این سازمانه فقط اینو بلدم که گروه پژوهشی و تحقیقاتی تصمیم سازان. تو رو خدا ببینید، حالا این گروه پژوهشی ماست، گروه پژوهشی و تحقیقاتی تصمیم سازان، اصلا غلطه، جمله غلطه. حالا نمیدونم والا خیلی چیزای غلط داریم یا من فارسیم خوب نیست. آگهی تصویری جنبش رنسانس ایرانی. این جنبش رنسانس هم دوستانی که درست کردن که میگن ما به هیچ جایی وابسته نیستیم، ای کاش بودید، ای کاش میگفتید جزء فلان حزبید، مردم هم اگه میخوان بیان ممبر میشدن. یکی از بدبختی ها و بزرگ مشکلات بزرگ ما اینه که ما افتخار میکنیم آقا من که سیاسی نیستم، جزء هیچ جا نیستم، بعد میخواین مردم بیان برن نجات بدن. کیو برن نجات بدن؟ چجوری نجات بدن؟ ای کاش یکی پیدا میشد بگو میگفت آقا من میخوام رئیس بابا این بنده خدا آقای اتابکی اون موقع مسخرهش میکردن، ولی ای کاش یکی مثل آقای اتابکی حتی این حقا میومد میگه آقا من میخوام این کارو انجام بدم. الان آقای شمیرانی گویا شده رهبر، رضا پهلوی رو زده پس، مین میخواد رهبر بشه. حالا تو ببینید ایشون هم کی میاد بگه آقا من نشستم مردم رأی بدن و اینها. در صورت من تصمیم سازانه که دارم بهتون میگم هیچی، این رنسانس ایرانی رو من نفهمیدم و یکی دو بارم یه بار با آقای چیز مصاحبه کردم ولی دیگه در میره، میدونن که اینا گیر میفتن، نمیان جایی که یه مقداری به اصطلاح ازشون سوال بشه. و اما خب دوست خوبم پتیک نوشته که امید از تعطیلات خوش بگذره. این آمار را جمع‌بندی کردم، شاید برای خواندن بیارزد. 206 کشور با 11178 ورزشکار در برزیل گرد آمدن. میدونید جمعه هفته پیش که من برنامه داشتم ساعت 7ش اون به اصطلاح برزیل شروع میشد و جشن و فلان اینها اوپنینگش. خب اینا پولی هم ندارن ولی خیلی هم جالب نبود مثل چین و مثل لندن و فلان اینها، ولی بالاخره برگزار شده، تا حالا به خیر گذشته و مسابقاتو میتونید ببینید. یه بیچاره اون مرد پاش شکست به وضع فجیع و اینها و بالاخره این اتفاقات میفته. حالا برگردیم به این آمار، 206 کشور شرکت کردن با 11178 ورزشکار. آمریکا با 552 نفر، برزیل با 475 نفر، آلمان با 425 نفر، استرالیا با 412 نفر، چین به اون بزرگی با جمعیت زیادش با 400 نفر، ایران با 63 نفر، سومالی، چاد، موریتانی و سوئزلند، نمیدونم این سوئزلندی کیه، با سوئزلند با 2 نفر شرکت نمودن. 500,000 نفر در ریو بازی ها را خواهند دید. 17 نفر هم به عنوان پناهندگان و آزاد شرکت نمودن. اونایی که از یک کشورهای هستن که لابد به عنوان چیز نمیتونن بیان، اومدن دیگه خودش توضیح داده، من دیگه توضیح چی میدم. حکومت خامنه ای مافیایی است، این هم سند تازه. یعنی شهرام جون شما تا حالا یا دوستی که اینو نوشته فرستاده تا حالا باور نداشتی که این حکومت حکومت مافیاییه؟ حکومتی که با ریگان زده بند میکنه، حکومتی که میگن قبلش با کارتر زده بند کرده، حکومتی که با کارتر زده بند، با کلینتون زده بند، با اوباما زده بند. خب معلومه وقتی با این دولت ها اینجوری زده بند میکنن اون مافیا و اینها هم بمانه. نوشته که غارتگری در شهرداری کرج، در شهرداری کرج چه خبر است؟ بی سابقه ترین و بزرگترین پروژه راندخاری و فساد سازمانی. متاسفانه این کلمه رانت رو هم عوضی بردن. کلمه رانت از رنت اومده، رنت خوردن و رنت دریافت کردن هیچ اشکالی نداره، ولی این کلمه وقتی رفت تو فارسی راندخاری میست که شده کمیسیون گرفتن، باج سیبیل گرفتن، زیر میزی گرفتن، اینجوری شده. دقیقا اینم از این. خب این خبر تازهی نبود. 2:56 دقیقه است و اگر بله نوشته که 400 میلیون دلار نقد دروغ یا راست.
اگر دروغ است آن را در سطح جهانی بگونه آقا 400 میلیون دلار راسته. اوباما میگه ما جزء پولایی که باید میدادیم دادیم. اوباما میگه آره تصادفاً با اون هواپیما رفته و الا ما باید سون اور لیده، یعنی دیر یا زود باید این پول به اینا میدادیم. بعد حالا راست یا دروغ ما به دنیا خبر بدیم. شما آقای بهمن بیک نشستی در آتلانتا این خبر رو فهمیدی، شما چی کار کردی که منم بتونم یه کاری بکنم؟ آقا خجالت بکش بهمن جان، خجالت بکش، برو یه کاری پیدا کن. منم اگر کار پیدا کردی منم میام برات کار میکنم. خبرگزاری تسنیم گفت پوتین در آستانه دیدار با روحانی دو زندانی ایرانی را عفو کرد. اینم از این اعتراف، گفته با یک کشور بحران زده روبرو هستیم. به به، تازه فهمیدیم. دیروز یک وزیر آلمانی گفت همه گرفتاری خاورمیانه از اسرائیل است. خب ببینیم اون چی گفته. وقت ندارم متاسفانه دوستان، اجازه بدید من همینجا از شما خداحافظی کنم، برم سراغ آقای یزدان خداوند روح. هر چی باقی مونده بود میذاریم برای دوشنبه. بازم از اون دوستمون که نوار فرستادن و نوشتش رو فرستادن تشکر میکنم. روز دوشنبه همون اول برنامه اون رو براتون پخش میکنم و میگم. ضمناً امروز این برنامه آنها که گفتن نه ویدیو رو 90 دقیقه بعد از برنامه آقای مینویی پخش میکنم. دوشنبه هم برنامه آقای محسن نادر نژاد رو ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، 1 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا کالیفرنیا براتون پخش میکنم. دوستان عزیز که در فیسبوک هستید من این رو قطع میکنم، دوباره وصل میکنم که با آقای یزدان خداوندلو باشین. پس با ما باشید.